بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله نامه امیر المؤمنین علیه السلام به جناب محمد ابن ابی بکر فرمود اشتد علی الظالم و خذ علیه. یکی از دستورات اساسی و اولیه که این در هر جامعه ای کسانی هستند که از حد خود تجاوز میکنند و این ظلم است. خب دایره ظلم گاهی محدود است، گاهی هم دایره ظلم وسیع است، به قدر یک کشور، به قدر یک شهر. فرمود سخت بگیر بر اینها، اشتده یعنی سختگیری کن با ملایمت، با نرمش، با گذشت، با ظالم رفتار نکن، با ظالم سختگیری کن. سختگیری کردن هم به این نیست که ما به او ظلم کنیم، بلکه به این است که جزای ظلم او رو به او بچشان. این سختگیری به این. و خذ علیه، خذ علیه یعنی همین، یعنی مؤاخذه کن، از او صرف نظر نکن. این یک دستور بسیار مهمی است و واقعا هم جزو کارهایی است که حلال مشکلات است در جامعه و نظام. این را من به عنوان یه آدمی که تجربه کرده خودش این معنا رو عرض میکنم. این فرمان امیرالمؤمنین خیلی مهم است، خیلی دقیق است. با ظالم باید سختگیری کرد، رودرواسی رو باید گذاشت کنار. هر جا نسبت به ظالم کوتاهی کردیم در سختگیری، ضربش رو بلافاصله خوردیم. اینی که بنده مکرر عرض میکنم، هر جا انقلابی طبق موازین انقلاب عمل کردیم پیش رفتیم، هر جا عمل نکردیم ضربه خوردیم، یکی از مصادیقش همین. هر جا که کسی ظلم میکند به مردم و به جمعی از مردم به نحوی از انواع ظلم، که خب انواعی دارد ظلم، بعضیش هم ظلم بودنش خیلی واضح نیست و ما اطلاع پیدا کردیم و برخورد نکردیم، اونجا صدمه خوردیم. یه کار غیر انقلابی بود، کار غیر اسلامی بود، اونجا ضربه خوردیم بلا شک. این جزو درس‌های همیشگی ما باید باشه. نقطه مقابل ولن لأهل الخیر، اما کسانی هستن اهل خیرن، با اینها با لینت، با نرمش، با مدارا رفتار کن. این معناش این نیست که وقتی او کار خیر میکنه با او رفتار خوب بکن، فقط این نیست، بلکه معناش این است که اگر یه وقتی یک خطایی هم اهل خیر است، یه خطایی هم یه وقتی از او سر زد، با او بایستی با اغماز برخورد کرد. لن لأهل الخیر و قربهم، اونها رو به خودت نزدیک کن، و جعلهم بطانتک و اقرانک، اهل خیر رو بطانه خود، نزدیکان خود قرار بده و اونها رو اقران خود قرار بده. دور و بر خودت آدمای اهل خیر رو جمع کن. خب یه وقتی این حرفا رو رو منبرها میگفتیم برای دیگران، امروز خود ما مورد ابتلای این مسائل هستیم. اینو من به شما عرض میکنم، این برای این است که این فکر، این گفتمان در مجموع به وجود بیاد، و الا
مخاطب واقعی این حرفا خود بنده و امثال ما هستیم که مسئولیت داریم. اما این مسئولین اون وقتی می توانند خوب به این مسئولیت عمل کنند که این حرفا، این رشته تفکرات بشود گفتمان عمومی مردم، بشود اون چیزی که مردم به عنوان معروف اون رو می شناسند، اون رو قبول دارند، اون رو می پذیرند، اون وقت این عملی خواهد شد. این اونچنان رواج پیدا کند که بشود جزو ذهنیات قطعی و مسلم آحاد مردم، اون وقت عمل به اینها آسان خواهد شد. صفحه 29.